گزارش ها حاکی از آن است که مسجد جامع قرطبه یکی از مشهورترین آثار اسلامی در اسپانیا در معرض تخریب قرار دارد. روزنامه تایمز انگلیس 13 آذر ماه نوشت که گزارش ارائه شده به دولت اسپانیا این هفته به خطر تخریب مسجد جامع قرطبه به دلیل بازدید میلیون ها گردشگری که هر ساله از آن بازدید می کنن پرداخته است این مسجد در محل یک کلیسای قدیمی ساخته شده که از زمانی که نیروهای مسیحی در سال 1236 میلادی به این شهر در جنوب اسپانیا بازگشتند به منزله کلیسای جامع فعالیت می کرده و اکنون هر ساله شاهد حدود دو میلیون بازدید کننده است. بر اساس این گزارش تراکم بیش از حد بازدید کنندگان موجب خسارات بسیاری به نقاط مختلف مسجد از جمله مهرابی شده که حاوی تزییناتی به شکل نعل اسب است و به سمت مکه مکرمه ساخته شده است این گزارش می‌افزاید دلیل چنین خساراتی طرز معماری خاص این مسجد و عدم تهویه کافی برای این محل است زیرا تهویه ناقص هوا موجب می شود حرارت بدن هر یک از بازید کنندگان که در فضا منتشر می شود به تبخیر آب موجود در ساختمان این مسجد کمک کند و این تبخیر آب موجب از هم پاشیدگی مساله ساختمانی و تخریب سریع آنها شود این خطر روز روز به روز افزایش میابد زیرا شهر قرتبه گرمترین شهر در شبه جزیره ایبریست و در تابستان دمای هوا در این شهر به حدود 47 درجه سانتیگراد میرسد بنابراین شاخص رطوبت محیط بسیار بالا است و خطر تخریب موادی را که به رطوبت حساس هستند از جمله چوب که قسمت عمده سقف مسجد را تشکیل می دهد به دنبال دارد خطر تخریب این بنای باستانی موجب نگرانی کارشناسان میراث فرهنگی اسپانیا شده است در دوران اسلامی در اسپانیا مسجد جامع قرطبه پس از مسجد الحرام دومین مسجد بزرگ جهان از جهت مساحت به شمار می آمد. این بنا که به دلیل داشتن ستونهایی در شبستان و تاقهای قوسی دو طبقه مشهور است تأثیر زیادی در هنر اسلامی غرب گذاشته است